الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أول ترى سهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثانيا الله متعال را سپاس گزار هستیم و تشکر میکنیم که توفیق را رفیق من ساخت که در یک برنامه کنار هم از آدرس صفحه مجازی باشیم. موضوعی که میخواهم رویش بحث بکنیم ان شاء الله در مورد پیامبر و شیوه اصلاح خطاها هست. در مورد اهمیت موضوع باید بگوییم که قرآن کریم این نکته را ثبت نموده و بیان نموده که پیشوای کامل و شخصیت ویژه و کامل رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است که برای بشریت فرستاده شده و قرآن کریم پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را به عنوان یک خورشید تشبیه کرده یا به خورشید تشبیه کرده در آیت قرآن کریم که و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، قسمی که خورشید و موجودیت آفتاب مردم را به روشنایی قرار میده و مردم توسط روشنایی آفتاب مسیر و راه ها را پیدا میکنند، همی قسم موجودیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و پیامهای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم انسان را و بشریت را از تاریکی های جهل و جهالت به سوی روشنایی میکشانه. پس وقتی که پیامبر پیشوای کامل باشد در بشریت و ما او را به عنوان پیامبر قبول کردیم و ایمان به او داریم و مسیری او را تعقیب میکنیم و پای خود را بر جای پای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگذاریم، باید شناخت هنر و مهارت تعامل موفق پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را بلد باشیم که چی باعث شد که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در دعوت خود در اصلاح خطاها خیلی موفق بود. ما اگر روش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را در اصلاح خطاها بفهمیم، باز می فهمیم که یک انسان وقتی که خطا می کنه در کدام جای ما از نرمی کار بگیریم و در کدام جای از سختی کار بگیریم، در کدام جای چیگونه تعامل داشته باشیم و در جای دیگر چیگونه تعامل داشته باشیم. چون پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم مانند یک طبیب حاذق و یک دکتر لایق طور ادویه می داد به کسایی که برش مراجعه می کرد که موافق حالشان می بود. اول خب باید بفهمیم که خطا به چند نوع هست. قبل از اینکه انواع خطاها را بیان بکنیم، این را باید بفهمیم که خطا به چی معنا هست یا اشتباه که ما میگیم به چی معنا هست. خطا به معانی مختلف در لغت آمده. یکی که خطایی را گفته میشه اصابت نکردن به هدف. به طور مثال یک کسی تیری را پرتاب میکنه به هدف نمیخوره، میگم خطا کرد. یا یک کسی از یک مسیر منحرف میشه میگم خطا کرد. یا کسی گناه و معصیت را مرتکب میشه میگم خطا کرد. این معانی خطا هست از نگاه لغوی خود که خطا به این معانی استعمال میشه. و ایره باید هم بفهمیم که انگیزه خطا در بشر و در انسانها چی است. چرا انسان خطا میکنه؟ چرا انسان اشتباه میکنه؟ باید بفهمیم که خطا در فطرت بشر ریشه دوانده هست و در فطرت بشر و در سرشت بشر وجود داره. حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم است: کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم، تمام انسانها اشتباه میکنن و کسای بهتر هستند در بین اشتباه کننده ها، در بین خطا کننده ها کسایی که توبه کننده هستند و بعد از اینکه خطا میکنن اشتباه میکنن
از خطا و اشتباه خود رجوع میکنند به سوی الله متعال و از اشتباه خود پوزش میخواهند و معذرت میخواهند که ما اشتباه کردیم. انگیزه خطا را که فهمیدیم که انگیزه خطا هم در سرشت بشر ریشه دوانیده و همچنان گاهی اوقات جهالت باعث میشه که انسان خطا میکنه، گاهی اوقات انسان غافل میشه که اشتباه میکنه یا خطا میکنه، و گاه انسان نقص و کمبوتی می داشته باشه که اشتباه ازش صورت میگیره. وقتی زمانی که مخ اشتباه میکنم، شما اشتباه میکنین و بشر یا یک انسان اشتباه میکنه، نباید به حال خودش واگذار شوه. به خاطر از اینکه یک انسانی که اشتباه میکنه و یک انسانی که خطا میکنه، اگر به او خطایش واگذار شوه، هم خود را به هلاکت میده و اگر در خانواده زندگی داره، هم خانواده خود را هلاک میسازه. و اگر در یک جامعه او انسان خطاکار و اشتباه کننده، یعنی یک خطا کننده متکرر گشت و گذار داشته باشه، بالاخره جامعه به سوی هلاکت و نابودی و انحطاط و رکود و سقوط مواجه میشه. پس ما مسئولیت داریم در حد توان خود که باید هر انسان اولا در ابتدا باید خود را متوجه خطاهای خود باشه، بعدا این مسئولیت داره که در قبال خطاهای رفقایش، دوستایش، خانوادهش، اهل جامعه احساس مسئولیت بکنه. و این باید بفهمه هر انسان، هم و هم کسی که صدای مرا میشنوه و کسی که خود را امت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگه، باید برنامه پیامبر را برای پیشگیری از وقوع خطا بفهمه که پیامبر چگونه از خطا جلوگیری میکرد، پیامبر چگونه تعامل داشت با خطاها وقتی که با خطای روبرو میشد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در برخورد با خطاها، برای پیشگیری از وقوع خطا، پیامبر ما صلی الله علیه و سلم چی روش را در پیش می گرفت؟ قبل از اینکه موضوع را هم بیان بکنیم، چی عوامل باعث میشه یا چی عواملی وجود داره که ما انسانها را از خطا باز می داره؟ یعنی ما کدام راه را، کدام مسیر را، کدام روی کرد را پیش رو بگیریم که ما از خطا دور باشیم؟ یعنی کدام برنامه ما برای خود داشته باشیم که ما از خطای خود دور باشیم و خطا از ما صورت نگیره؟ اول مد نظر داشتن مراقبت الله متعال. هر انسانی که مراقبت الله متعال را بالای خود حفظ بکنه و به این باورمند باشه که الله متعال مرا میبینه، کار را که من انجام میتوم یا کار نیک را یا کار بد را که چی در بین مردم و چی بتر تنهایی ها و چی در خلوت ها من انجام میدم، الله متعال مراقب حال ما هست. که حالت را در حدیث جبرائیل ما مطالعه میکنیم که یک روز جبرائیل علیه السلام نزد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم آمد. در بین سوالات یک سوال است پیامبر نمود، گفت مل احسان، که احسان چی هست؟ پیامبر برش فرمود ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، که پروردگار را طوری عبادت بکنی گویا پروردگار را میبینی. اگر تو پروردگار را نمیبینی، الله متعال تو را میبینه. اگر انسان احساس را داشته باشه و به با این باورمند باشه و عقیده به با این داشته باشه که الله متعال در هر حالت بالای ما آگاه است، فکر نکنم که انسان اشتباه ازش صورت بگیره. پس یکی از عوامل بازدارنده که انسان را از گناه باز میداره، باورمند به این باشه کمره هایی که الله متعال بالای ما نصب کرده هر لحظه در حال ثبت کردن هست. گاه اوقات ما گناه هایی را مرتکب میشیم، هر طرف را متوجه میشیم، پیش روی خود را، پشت سر خود را، راست و چپ خود را متوجه میشیم که یک انسان ضعیف مرا نبینه. اما گاه اوقات یا اکثریت اوقات ما مراقبت الله متعال را بالای خود حس نمی کنیم، فکر نمی کنیم که الله متعال ما را میبینه، در حالی که الله متعال توانایی از این را داره که ما او را مراقبت بکنه و این را میفهمه که انسان فردا چی کار را انجام میده، چی به این برسه که امی لحظه ما چی کار را انجام میدیم. خیلی جای شرم هست و خیلی جای افسوس هست و خیلی جای حسرت هست که ما وقت و زمانی که در پیشروی یک کمره در جایی که نصب می باشه، یک کمره امنیتی که در جای نصب می باشه، خیلی متوجه کردار خود هستیم، خیلی متوجه رفتار خود هستیم، خیلی متوجه حرکات و سکنات خود هستیم. اما چرا امی مراقبت را که الله متعال هم اعمال مرا ثبت می کنه و این اعمال مرا آگاه هست، مراقب اعمال ما هست، چرا امی کمره های بلاکیفی که الله متعال بالای ما نصب کرده، چرا این را متوجه نمیشیم؟ باور من به این باشین، به هر اندازه که یک انسان مراقبت الله متعال را مد نظر داشته باشه، گناه های انسان کم میشه. گاهی اوقات بعضی کسا تماس میگیرن
که ما از گناه چگونه خود را باز بدارم. فقط یک کلمه برای ما و تو کفایت میکنه که به خود بگوییم یا به دوست خود بگیم که اتق الله، از خدا بترس. یک روز یک شخص نزد یک امامی آمد، یک نزد بزرگواری آمد، گفت یک کتابی در مورد اخلاق برای ما معرفی بکو. گفت من کدام کتاب برات معرفی نمیکنم، فقط برات میگم که اتق الله، از خدا بترس. باورمند بی باش که دو کلمه با تو باشه و این دو کلمه را همیشه وردت باشه، همیشه در ذهن و فکرت باشه، همیشه در قدمت باشه، همیشه در کارکردت باشه، همیشه در معاملاتت باشه که اتق الله، از خدا بترس. انسان نمیتونه گناه بکنه. همین کلمه اتق الله را فکر بک، یک کمره امنیتی هست برای تو که برای تو میگه از خدا بترس. وقتی به طرف رشوت حرکت کرده بگو اتق الله، از خدا بترس. وقتی به طرف شهوات حرکت کرده، شهوات نامشروع یا به طرف شهوت از راه نامشروع ارضا میکرده، با خود بگو که اتق الله، از خدا بترس. یکی از عواملی که انسان را از گناه باز میداره ای هست که ما مراقبت الله را بالای خود حس بکنیم که الله متعال ما را میبینه. شاید بعضی کسا در ذهنشان این سوال خطور بکنه که الله متعال چگونه میتونه که اعمال ما را ثبت بکنه. من از شما سوال میکنم، هر کدام ما شما از تلفن ها و از تکنولوژی امروز استفاده میکنیم، همین لحظه ای که من صحبت میکنم یا من با تو تماس میگیرم یا تو با من تماس میگیری، همین تماس ها تمام شبکه ها ثبت میکنه ایره. از زمانش خبر داره، از زمان گفتگو خبر داره، از مکان گفتگو خبر داره، از مدت چند دقیقه ای که صحبت کردیم از او خبر داره. آی الله متعال که او خالق بشر هست از این چیزها خبر نخواهد داشت؟ وقتی که یک بشر، یک انسان ضعیف توانایی را داشته باشه که از 3 سال قبل صحبت کردن تو را ثبت کرده بتوانه و در کامپیوتر و در دیتابیس در این چیزها ثبت باشه، آیا الله متعال با او بزرگواریش نمیتونه که اعمال سالهای گذشته ما تو را که اعمال را انجام دادیم و اعمال بدی یا خوبی را انجام دادیم برای ما ثبت بکنه؟ به این طور زندگی بکنیم، طور زندگی بکنیم که اگر یک هفته از زندگی ما یا 2 هفته یا 1 روز یا 1 شبانه روز ان زندگی ما ثبت شوه، فیلم برداری شوه و ویدیو شوه و ما بتوانیم ویدیو رو در بین دوستای خود مشاهده بکنیم، به قسم زندگی بکنیم. آیا تو زندگی خود تانستیم 1 هفته از زندگی گذشته خود را ما و شما مطالعه بکنیم که آیا زندگی ما طوری بود که لیاقت کمره برداری یا فیلم برداری رو داشته باشه؟ یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، الله متعال خیانت چشم ها را و خیانت دل ها را میفهمه. ما شما خود تنها ظاهر یک انسان رو میبینیم که یک انسان اشتباه میکنه، میگیم فلان انسان اشتباه کرد، اما الله متعال از درون قلب ها آگاه است. الله متعال به ذات صدور، انه علیم بذات الصدور، به درون سینه ها آگاه است، میفهمه که می لحظه در قلب ما تو چی خطور میکنه. یک روز رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم عبدالله بن عباس در مرکب پشت پیامبر سوار هست برای عبدالله بن عباس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم کلمات خیلی زیبایی میگه. میگه یا عبدالله، احفظ الله یحفظک تجده تجاهک. ای عبدالله، خدا را حفاظت بکو. یعنی چی؟ یعنی حکم خدا را حفاظت بکو، چیزی که الله متعال میگه او را مراعات بکو، رعایت بکو، به چیزی که امر میکنه انجامش بده و از چیزی که تو را نهی میکنه از او دور باش. وقتی که به این حالت رسید، الله متعال در تمام سختی ها با تو هست و تو را پیدا میکنه. الله متعال در هر لحظه ما تو را میبینه، ولی متوجه باشیم که حکم خدا زیر پا نشوه، حکم رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم زیر پا نشوه. به هر اندازه ای که مراقب حکم خدا باشیم، به مو اندازه گناه از ما کم میشه، گناه کم میکنیم، معصیت کم میکنیم، نفرمانی کم میکنیم. ما چه انسان هایی هستیم؟ گاهی اوقات در موبایل ها یا در صفحات اینترنت چیزی مزخرف را اگر مشاهده میکنیم، از یک انسانی که در پهلوی ما نشستگی است دور میکنیم موبایل خود را، اما متوجه نیستیم که امو خالقی که چشم را به ما داده، دست را به ما داده، پاها را به ما داده و چشمی که ما با او میبینیم و نعمت پروردگار هست، با مو گناه و معصیت میکنیم. فکر میکنیم که الله متعال ما را نمیبینه. ابن بطال میگه خطاهای کوچک انسان که دوامدار شوی به بزرگ تبدیل میشه. امی قسمی که قطره ها که یک جای جمع شو به یک دریا و به اصطلاح یک آب زیاد تبدیل میشه، امی قسم گناه های کوچک روزی به گناه های بزرگ تبدیل میشه و شاید انسان را خم بکنه و انسان را به زمین بزنه. ابو ایوب انصاری میگه مگه انسان ها گاهی اوقات انسان ها گناه ها را فراموش میکنه؟ که ما یک گناهی را مرتکب شدیم، امی لحظه یک انسان با خود فکر بکنه که چقدر گناه ها فراموش ما شده، اما از الله متعال فراموشش نمیشه.
ای ابو ایوب انصاری میگه که انسان گاه اوقات گناه ها را فراموش میکنه، وقت تو زمانی که گناه را فراموش کرد توبه را فراموش میکنه، باز توبه نمیکنه، روزی قیامت که متوجه میشه که به چی انداز زیاد گناه ها را مرتکب شده، چقدر زیاد گناه بالایش به اصطلاح بار شده و شانه هایش را خم کرده. اما بعض انسان ها را میبینیم که اندک گناه را مرتکب شدن، کم گناه مرتکب شدن و خیلی بیمناک هستن که من خیلی گناهکار هستم، من خیلی معصیت کردم، خیلی نافرمانی کردم، خیلی خلاف الله متعال، خلاف دستورات الله متعال قدم برداشتم و خیلی سخنای من خلاف امر الله متعال بوده، خیلی بیمناک است. ولی انسان را در روز قیامت میبینیم که در صحرای محشر و گناهایش همیش عفو شد و الله متعال ایرا به بهشت داخل میگردانه. پس یکی از عوامل بازدارنده ای که ما را از خطا و گناه و معصیت و نافرمانی دور میداره، مراقب باشیم و ای بالای خود، یعنی مانند یک کمره امنیتی فرض بکنیم که هر لحظه الله متعال مراقب حال ما هست، مرا الله متعال میبینه. دوم چیزی که ما را از خطا دور میداره، چنگ زدن به رهنمود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم است. به هر اندازه‌ای که به فرامین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم ما پابند باشیم و پای خود را بر جای پای پیامبر صلی الله علیه وسلم بگذاریم، ما موافق رسول الله حرکت میکنیم. وقتی که موافق رسول الله صلی الله علیه وسلم حرکت کردیم، ما زندگی ما دیگه اشتباه نمی داشته باشه، چون که پیامبر یک شخصیت کامل در بشر بوده. وقتی که ما پای خود را در جای پای یک شخصیت کامل مانند پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم بگذاریم، پس ما چرا اشتباه بکنیم؟ باز اشتباه وقت چی معنا خواهد داشت؟ خطا چی وقت چی معنا خواهد داشت؟ نگاه اوقات ببینه که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در مقابل خطاهای انسان ها چی تعامل داشته. اگر ما او تعامل را در پیش بگیریم، ما هم یکی از امتی های به اصطلاح فرمانبردار رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم خواد بودیم. انس رضی الله عنه میگه یک روز ما همراه پیامبر در جای روان بودم، جای میرفتم، میگه یک اعرابی صحرانشینی نزد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم آمد، چادر پیامبر را که بالای شانه های پیامبر و بالای گردن پیامبر انداختگی بود کش کرد و گفت ای محمد، از اون مالی که الله متعال به تو داده، از اون مال به ما هم ببخش. گفت چادر پیامبر را کش کرد. انس میگه ما امو جایی که چادر پیامبر کش شده بود، رخ او چادر را در گلوی پیامبر مشاهده کردم، به این اندازه به شدت کش کردن. میگه پیامبر برش تبسم کرد، برای مردم گفت که بدن از مالی که الله متعال به ما داده به اینها ببخشن. اگر ما و تو با ما و تو کسی چون این تعامل داشته باشه، اگر با ما و تو کسی چون این برخورد را مرتکب شه، ما و تو امی برخورد ما، تعامل ما به مول لحظه، در همون لحظه با او چه قسم خواهد بود؟ این اگر ما این مسیر پیامبر را تعقیب بکنیم و این سنت پیامبر را تعقیب بکنیم و در جای پای پیامبر پای بگذاریم، چرا اشتباه ما صورت بگیره؟ عایشه رضی الله عنها میگه، میگه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هیچگاه کس را کتک نزده، هیچ کس را لتکوب نکرده، هیچ کس را با دست خود نزده، هیچ خانم خود را با سیلی نزده، هیچ خدمتگار خود را لتکوب نکرده. این دست پیامبر دست مشفق و دست مهربان بوده، دست نوازش کننده ای بوده. اگر ما در اصلاح خطاها مسیر پیامبر را تعقیب بکنیم، باور بکنن که در دنیا انسان خطا کننده باقی نخواهد ماند. به این معنا که باقی نخواهد ماند، مردم به زودترین فرصت به طرف اصلاح روی خود آوردن، زودترین فرصت اصلاح خواهد شدن. گاهی اوقات بعضی کسا مراجعه میکنن، میگن من بالای فلان شخص خیلی کار کردم، خیلی زحمت کشیدم، نتیجه نداد. شاید روش را یاد نداشته باشیم، شاید روش اصلاح را یاد نداشته باشیم. ما گاهی اوقات یک انسانی که یک اشتباهی را مرتکب میشه، ما به خاطر اصلاح اشتباه بزرگتر مرتکب میشیم. من مثال میگم براتون، این بارها در ویدیوها هم یادآوری کردیم که در خانواده یک گلاس میشکنه، یکی از یک طرف صدا میکنه، دیگر از دیگر طرف صدا میکنه، پدر از یک طرف، برادر از دیگر طرف، مادر از دیگر طرف، یک سر و صدایی را برای طفل برپا میکنه. شما بگوین که آیا اشتباه طفل بزرگتر بود یا اشتباهی و کسایی که بالش صدا کردن؟ بعضی کسا حتی دشنام میدن. آیا شکستاندن یک گلاس جرمش بزرگ هست یا دشنام؟ و دقیق معلوم است که دشنام دادن مسلمان به مسلمان دیگه فسق هست. حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است. پس به خاطر که خطای ما کم شوه، اشتباه ما کم شوه، روش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را در پیش بگیریم. سوم چیزی که ما را از خطا باز می‌داره، هم نشینی با انسان‌های صالح، انسان‌های نیکوکار.
باورمند به با این باشند که گاه اوقات سرنوشت زندگی انسان را هم نشینش تعیین میکنه. اگر هم نشینش خوب باشه، این انسان هم خوب میشه. و اگر هم نشینی تو بد باشه یا هم نشینی ما بد باشه، به زودترین فرصت از اون ما متاثر میشیم. این ما از هم نشین گاه اوقات به زودترین فرصت اثر میگیریم. هر انسانی که یا تو انسانی که یا ما انسانی که اگر با پنج انسانی نیکوکار سر و کار داشته باشیم، بارمند باشن که ششمینش ما هستیم. اگر با پنج انسانهای متقی و پرهیزگار سر و کار داشته باشه، ششمینش تو هستی. اگر با پنج انسان با همت، انسان با غیرت و با شهامت سر و کار داشته باشه، ششمینش خودت هستی. پس اگر میخواهیم که ما انسانهای خوب باشیم، با انسانهای خوب سر و کار داشته باشیم، حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است، یک جزی از حدیث که المؤمن و مرآة المؤمن، مؤمن آینه مؤمن هست. وقتی که ما در آینه متوجه میشیم، صورت خود را میبینیم، کدام مشکلی که، کدام عیب ظاهری که در صورت ما دیده میشه، رو دور میکنیم. همین قسم دوست مشفق، دوست مهربان، وقتی که کدام اشتباهی رو در ما ببینه، میگه این اشتباه رو نکن، این کارت نادرست است، این کارت خلاف گفته های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله است، خلاف گفته های الله متعال هست، این کار انجام نده. وقتی زمانی که ما با چنین دوست سر و کار داشته باشیم، بارمند باشن، متیقن باشن که ما روز به روز اصلاح میشیم، خطاهای ما کم میشه و ما با سوی تعالی و ترقی و سرفرازی و سربلندی حرکت میکنیم. دیگه عواملی که خطای ما را کم میکنه و پیامبر این روش ها را به ما یاد داده، کم و سنجیده سخن گفتن هست. ما خیلی زیاد سخن میگیم. شما گاهی اوقات می جلسات رو مطالعه بکنین، در یک جلسه یک جایی که محفل گرفته میشه، در یک جای مهمان می باشیم، شما عموم مهمانی را یا عموم جلسه را شما مطالعه بکنین که چقدر گپای خوب زده میشه، با چی اندازه گپای خوب زده میشه، آیا گپای مفید خیلی هست یا گپای غیر مفید. هیچ کس در یک جلسه حتی ساعتها میگذره یک گپ مفید زده نمیشه. اولا خب باید این رعایت بکنیم که ما باید کم سخن بگوییم و در ضمنش اگر احیانا سخن گفتیم، سنجیده سخن بگوییم. قبل از اینکه سخن از دهن ما خارج شود، یک دفعه او سخن را در فکر خود ما و شما خطور بدهیم یا در فکر خود بگذارانیم، بعدش از دهن خارج بکنیم. این سخن گفتن و این سخنی که از دهن ما خارج میشه، بارمند باشیم که این هم در دنیا اگر سخن مفید باشه، هم در دنیا برای ما مفید واقع میشه، هم در آخرت. و اگر غیر مفید باشه، باعث ازی میشه که در دنیا و در آخرت ذلیل خواهد شد توسط این زبان. لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. میگه در مورد چیزی که سخن نداری، در مورد چیزی که علم نداری سخن نزن. گاهی اوقات ما در یک مورد یک چیزی میفهمیم که نمیفهمیم، ولی بازم سخن میگیم، بازم نظر میپردازیم، نظر میدهیم، بازم سخن میگیم، مینویسیم، ولی ضرورت نیست که ما در هر جای سخن بزنیم، ضرورت نیست که ما در هر جای نظر بتیم. کسی تا زمانی که از ما سخن نخواسته باشه، نظر نخواسته باشه، چی ضرورت است که ما سخن بگوییم؟ امام شافعی رحمه الله میگه قبل از اینکه سخن را میگه، در مورد او سخن بیندیش، اگر زیان برات نداشت بعد از او بگو. گاهی اوقات سخن که میگیم، یک دفعه با خود فکر بکنیم که آیا سخن مفید هست، آیا برای خود ما، برای مخاطب یا شنونده ای که را میشنوه، آیا مفید هست. اگر مفید بود او سخن را بگو، ولی خیلی سنجیده. و اگر نامفید یا زیانبار بود و زیان داشت برای خودت، برای مخاطب، باز از او سخن بپرهیز. گاهی اوقات یک سخن باعث شکست یک انسان میشه، گاهی اوقات یک سخن از دهن انسان خارج میشه که یک انسان را به سقوط مواجه میکنه، دل یک انسان را میشکنه. گاهی اوقات یک انسان از دیگه انسان خفه میباشه، سالها خفه میشه، چرا خفه هستی؟ میگه من خیلی گپ زشت زد. میبینید که زبان خیلی خطرناک است، از گوشت هست، ولی گاهی اوقات خیلی قلبها رو شکستانده. ابوالقاسم قشیری میفرمایه، میگه سکوت کردن، ابوالقاسم قشیری میفرمایه که سکوت کردن در وقت خود از ویژگی های مردا هست. این یک انسانی که در وقت سکوت میکنه، یه از ویژگی انسان های بلند همت هست، انسان های قوی هست، انسان های با برنامه هست، انسان هایی هست که سنجیده سخن میگن، انسان هایی هستند که انسان های لاوبالی نیستن، انسان هایی نیستن که قبل از این که سخن را در فکر خود بپرورانن، به زبان خود نمیارن سخن را. و پنجم چیزی که از عوامل بازدارنده خطا محسوب میشه و به حساب میه، طاعت فراوان و مواظبت بر او.
یکی از عواملی که انسان را از خطا خیلی زود دور میکنه و از اشتباهات انسان را نگه میداره طاعت فرعون هست، زیاد عبادت کردن. عبادت کردن به این معنی نه که هر جا ما این تمام ساعت یعنی 24 ساعت ما به نماز باشیم، به تلاوت قرآن کریم باشیم. این 24 ساعت ما قدم خود را موافق او چیزی که الله متعال بر ما گفته قدم خود را بگذاریم. یعنی می طاعت هست، امی فرمان برداری از الله متعال هست. و دیگه چیزی که باعث میشه که ما از خطاها دور باشیم و پیامبر این روش ها را تعقیب کرده و به ما یاد داده، آگاهی از اخلاق صالح ها هست. پیامبر به ما یاد داده که راه صالح ها را تعقیب بکنن، راه انسان های مفید را، انسان های با اخلاق را تعقیب بکنن تا شما هم به مسیر اونها حرکت بکنن. هلال بن علا میگه که من چون عفو را پیشه کردم خود را از اندوه نجات دادم. و انسان هایی که عفو کننده هستند، انسان های بخشش کننده هستند، انسان های گذشت کننده هستند، اونها خودشان خود را از اندوه و غم نجات میدن. گاهی اوقات یک انسان غمگین می باشه، پریشان می باشه، چرا غمگین هستی؟ میگه فلان نفر به ما ای تو گپ زشت زد، فعلا ما در دل خود نسبت به او کینه دارم، هیچ خوش ما نمیه. ای که تو شخص را خوش نداری، کدام ضرر به او شخص نمیرسه. ای که تو نسبت به او شخص کینه در دل داری و بغض را نسبت به او شخص یا حسد را نسبت به او شخص میپرونه در دلت، هیچ ضرر به انسان وارد نمیشه، خودت غمگین می باشه. اگه اخلاق انسان صالح را به نام هلال بن علا ما یاد بگیریم، امی لحظه اگر تو انسان هایی که با تو بد رویه کرده عفو بکنه خیلی آرام میشی. یه از اخلاق صالح ها هست، خطایت کم میشه، اشتباهت کم میشه، در مقابلش برنامه ریزی سو نمی کنه، در مقابلش دسیسه نمی سازی. امی لحظه تمام انسان ها را عفو بکنه، چی ضرر به تو رسانیده؟ خیر است، انسان اشتباه میکنه، من هم اشتباه دارم، تو هم اشتباه داری، رفیقت هم اشتباه داره، خانمت اشتباه داره، شوهرت اشتباه داره، برادرت اشتباه داره، هر کسی که در دنیا منهان بشر زندگی میکنه اشتباه داره. اگر تو یک انسان را جستجو میکنی که اشتباه نداشته باشه، پس تو انسان در دنیا وجود نداره، ای تو انسان در کنار تو نیست. باید در جایی بروی که کسی نباشه، فقط خودت باشی. اگر تو از انسان ها این تقاضا را داری که اشتباه نکنه، پس خودت چرا اشتباه میکنی؟ من چرا اشتباه میکنم؟ پس ما اخلاق صالحا رو یاد بگیریم. وقتی که اخلاق صالحا انسان های صالح و نیکوکار رو ما یاد گرفتیم، ما مسیر اونها رو تعقیب میکنیم. وقتی که مسیر اونها رو تعقیب کردیم، خطای ما کم میشه، اشتباه ما کم میشه. یکی از اخلاقیاتی که در احنف بن قیس دیده میشه، یک کنیزی داشت احنف بن قیس، یک روزی یک سیخ کباب آورد برای احنف بن قیس. وقتی که ایره به احنف بن قیس قبل از اینکه بده، سیخ کباب به اصطلاح آتشین و گرم بالای پسر احنف بن قیس افتاد و او پسر احنف بن قیس یک نوع سوختگی در بدنش ظاهر شد، بدنش یک جای سوختگی گرفت. بالاخره احنف بن قیس طرف و کنیز متوجه میشه، کنیز یک نوع ورخطا شد و ترسید که احنف بن قیس برای ما چی خود گفت؟ هیچ چیز برش نگفت، حتی طفلش به اندازه ضرر دید، این سوختگیش به حد رسید که در مرور زمان بعد از 2 سال 3 سال طفل از این دنیا رحلت کرد، وفات کرد. وقتی که به این حالت رسید، این کنیز خیلی بیمناک است، خیلی بترسد که احناف بن قیس با ما چی معامله خود کرد. وقتی که احناف بن قیس حالت بیمناک از این حالت ترسی از این میبینه که چقدر بترس است، برش گفت تو برو آزاد هستی. این از اخلاق بزرگاه است. اگر ما به می اخلاق ما خود را ملبس بسازیم، ما انسان های خیلی نیک خود بودیم. دیگه چیزی که خطاها را کم می سازه، تناسب اصلاح با خطا. یعنی ما وقتی که یک خطای را ما می خواهیم اصلاح بکنیم، امی خود طریقه اصلاح ما با خطا تناسب داشته باشه. ای تو نشه که یک انسان خیلی کار کوچک، اشتباه کوچک را انجام داده و ازش صورت گرفته، ما یک واکنش خیلی شدید در مقابلش نشان بدیم. ای باز خیلی خطرناک واقع میشه. گاهی اوقات یک انسان از مسلمانی خود باز پشیمان میشه. ای باید خیلی دقیق متوجه باشیم. گاهی اوقات به خاطر یک مصلحت عمومی ما باید چشم پوشی کنیم از حقوق شخصی خود. گاهی اوقات اگر حق شخصی خود ما تلف میشه، ولی اگر او جای ما چشم پوشی بکنیم، مصلحت عمومی خیلی مهم تلقی میشه و مصلحت عمومی است اوجه، باید از حقوق شخصی خود ما کنار بیاییم. امروز ما انتقام نگیریم، امروز ما کسر چیزی نگوییم، چرا که مصلحت عمومی مد نظر هست.
یک روز مهاجری یک مهاجری یک انصاری را به لگد زد. این انصاری به دیگه انصار میفرماید که مهاجر مرا به یک لگد زد، فریاد مرا بشنوین، بین جمع شوین که چرا یک مهاجر چون این کار را انجام داد. این صدا به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم رسید، ها بوی جاهلیت می آیه. ابن ابی بن سلول گبش رسید که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم یا محمد به گفته خودشون چون سخن را زده خیلی اندوهگین شد که ما در بین مهاجرین و انصار عبدالله بن ابی بن سلول میگه به زعم خود، البته به فکر خودش که قصد ازی را داره که در بین مهاجرین و انصار نفاق و تفرقه و به اصطلاح زیر پا کردن را ایجاد بکنه، ولی پیامبر به خاطر اخوت و برادریشان کار میکنه. خیلی غمگین شد عبدالله بن ابی بن سلول، قسم یاد کرد گفت تو زمانی که من در مدینه داخل شوم انسانهای عزیز را ذلیل میسازم. هدفش این بود که پیامبر را ذلیل میسازم. عمر رضی الله عنه از گپ خبر شد نزد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله آمد، گفت یا رسول الله اجازه بده که گردن عبدالله بن ابی بن سلول را بزنم. گفت نه خیر، گفت چون این کار را انجام نده. میبینه که پیامبر مصلحت را مد نظر میگیره که اگر چون این کار در مقابل عبدالله بن ابی بن سلول صورت بگیره، باز مردم فکر میکنه که پیامبر پیروای خود را میکشه. مصلحت را مد نظر میگیره. گاهی اوقات از حقوق شخصی خود ما باید کنار بیم به خاطر یک مصلحت عمومی یا مصلحت اجتماعی. رعایت حال مخاطبان در اصلاح خطاها خیلی مهم هست که ما حال مخاطب را مد نظر داشته باشیم. یک روز یک شخص نزد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله میگه پیامبر بهترین عمل چی هست؟ پیامبر به زودترین فرصت جواب نمیده که بهترین عمل کدام هست. وقتی که میبینه که طرف مخاطب یعنی طرف مقابل در نماز سستی داره، نماز نمیخونه، میگه بهترین عمل این هست که نماز را در وقتش ادا بکنه. دیگر شخص میگه پیامبر بهترین عمل چی است؟ پیامبر به زودترین فرصت جواب نمیده، میبینه که چی مشکل داره، در کدام نقطه خلا داره، میبینه که در اخلاق ضعیف است، میگه بهترین عمل اخلاق نیکو هست. دیگر نفر میگه که برای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و میگه یا رسول الله، میگه بهترین عمل چی است؟ پیامبر به زودترین فرصت جواب نمیده، میبینه که در مورد حقوق والدین ضعیف است، میگه بهترین عمل این هست که با پدر و مادرت نیکوکاری بکنی. پس رعایت حال مخاطبان را بکنیم. چی از کسی که از ما چیز سوال میکنه یا ما چیز را اشتباهی را از کسی را میبینیم، موافق حال مخاطب ما برخورد بکنیم. با شهری یک قسم برخورد باید صورت بگیره، با کسی که در محوطه شهر یا به اصطلاح اطراف شهر زندگی داره با او یک قسم برخورد صورت بگیره، با طفل یک قسم، با یک زن قسمی دیگه، با مرد قسمی دیگه، با نوجوان، با جوان. از خود مخاطب حالش باید رعایت شود. مثلا یک کودک یک اشتباهی را مرتکب میشه، در ضمن گپای ما باید ویدیو شیر شود که دوستای دیگه هم از این ویدیوها مستفید شوند. شاید این سخنهای ما توسط رساندن شما به یک انسان باعث ازی شود که او از اشتباهات خود کنار بیاید. این هم یک از روش اصلاح اشتباهات هست. حالا ما اگر یک طفل اشتباه میکنه، تو از او طفل این تقاضا رو نداشته باش که باید اشتباه رو نمیکرد. او دنیای طفلانه داره و تو دنیای مردانه و دنیای جوانی داری. دنیای جوانی با دنیای طفلی فرق داره. یک زنی یک اشتباهی را مرتکب میشه، وقتی که مرد در مقابلش کدام برخورد میکنه، باید او دنیای زنانه ای را مد نظر داشته باشه و او زن دنیای مردانه مرد را باید متوجه باشه. مرد کسی دیگه هست و زن کسی دیگه هست، طفل کسی دیگه هست و نوجوان و جوان کسی دیگه هست. هر کدامشون یک دنیای داره، روش اشتباه داره، طریقه اشتباه داره و اشتباهات به خصوص خود را داره. با هر کس موافق حالش باید برخورد صورت بگیره. و یک فرصت دیگه که به خاطر اصلاح خطاها خیلی مهم هست، بهره برداری از فرصت مناسب برای آموزش. گاه اوقات فرصت ها رو مد نظر داشته باشیم به خاطر اصلاح خطاها. یک کسی یک اشتباهی مرتکب میشه، اما مکان رو، اما زمان رو، حالت رو مد نظر داشته باشیم که چنین فرصت به خاطر اصلاح اشتباه ها شاید خیلی خوب باشه، از اون فرصت استفاده کردن شاید خیلی مفید باشه. عمر بن ابی سلمه میگه که من طفل بودم، در دامن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نشستگی بودم، ما و پیامبر غذا میخوردیم. میگه من دستم در کاسه او طرف و طرف میگشت و از هر طرف کاسه من غذا میخوردم. گفت پیامبر دست مرا گرفت و گفت یا عمر هست یا عمر هست، فراموشم شده. گفت کل بیمینک، سم الله و کل بیمینک و کل مما یلیک. یعنی این طفلک اولا که نان میخوری یا طعام میخوری بسم الله بگو، از پیشروی خود بخو،
يعني هر طرف دستت در کاسه نگرده و طرف و طرف و از پیشروی خود و بسم الله گفته بخو. این پیامبر از این فرصت استفاده میکنه، در حالت نان خوردن یک کسر مورد خطاب قرار میده که اشتباه را مرتکب نشوه، خیلی به طریقه نیکو. و یک چیز دیگرم که باید بفهمیم، انواع خطاها و نحوه برخورد با خطاها. حال یک خطا عمدی می باشه، یک کسی قصدن یک اشتباهی را انجام میده، یک کار را انجام میده، یک معصیت و نافرمانی را انجام میده. او انسان با او انسان فرق داره که از روی جهل و نادانی اشتباه میکنه. یک انسان میفهمه که این کار اشتباه هست، این کار خطا هست، ولی بازم انجام میده. با این انسان یک قسم برخورد صورت میگیره. یک انسان دیگر نمیفهمه و اشتباه رو مرتکب میشه، با یک قسم دیگر باید برخورد شوه. به طور مثال یک شخص و شخص یعنی اسامه رضی الله عنه یک روز در یک مسیر روان هست، یک چوپان و رمه گوسفند را به اصطلاح در یک دشت روان کرده. این چوپان به اسامه سلام میده که السلام علیکم. وقتی که سلام میده و بعد از السلام علیکم میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، دمی لحظه اسامه گردن این چوپان را میزنه و ایر از بین میبره. این سخن نزد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم میرسه و اسامه میگه من چون این کار از مسئولیت گرفت. پیامبر گفت چرا ای تو کرده ای اسامه؟ گفت او از خاطر ترس کلمه خواند. گفت از ما ترسید، گفت السلام علیکم و رحمت الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، به او خاطر گردنش زدم. گفت پیامبر گفت آیا قلبش شق کردی؟ خیلی بای تو پیامبر به حالت خیلی یعنی روی پیامبر چهره پیامبر سرخ شد مانند دانه های انار. برای اسامه گفت آیا قلبش را شق کرده؟ تو خبر داشتی که درون قلبش ایمان نیست؟ یعنی خیلی با حالت سخت پیامبر برش گفت. این حالت ضرورت بود که به سختی گفته شود به اسامه که نباید چنین کار رو انجام بده. یک روز پیامبر در بازار روان هست، یک جای گندم فروش میشه یا کدام طعام دیگه ای وجود داره، میبینه که یک جای کوچی از گندم هست یا به اصطلاح یک کم گندم در یک دکانی هست. دست خود در داخل گندم داخل میکنه، پیامبر میبینه که داخل گندم تر هست یا مرطوب هست و بیرونش خشک هست، یعنی بالایش خشک هست درون گندم تر هست. پیامبر به او دکاندار میگه که این چی هست، چرا تو کردی؟ او چیز نمیگه. پیامبر با یک لفظ شدیدی به او دکاندار میگه و کسی که فروش میکنه، میگه کسی که تقلب میکنه، کسی که خیانت میکنه از جمله ما نیست. من غشنا یا من غش فلیس منا، کسی که با ما خیانت میکنه، با مسلمان ها خیانت میکنه، از جمله امت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نیست. یعنی کسی جایی که پیامبر کلمه فلیس منا رو استفاده میکنه که از جمله امت من نیست، بفهمید که الفاظ خیلی شدیده هست. چون انسان میفهمید که می کار ما اشتباه است، اما برخورد پیامبر میبینه که در مقابلش یک نوع سختتر هست. این گاه اوقات خطای یک انسان عمدی می باشه، قصدی می باشه، برخورد فرق داره با او انسانی که خطایش از روی نافهمی هست، از روی نادانی هست، از روی جهل هست، برخورد فرق داره. و حتی یک روز یک شخصی با دست چپ غذا می خوره، پیامبر برش میگه که با دست راستت بخو. خیلی آهسته میگه که با دست راستت بخو. او میگه من نمیتونم، پیامبر در حالی که تواناییش داره دروغ میگه، میگه من نمیتونم. پیامبر میبینه که توانایی رو داره ولی از به اصطلاح قصدن چنین کارو میکنه، میگه دیگه نتوانی، هرگز چنین نتوانی. پیامبر خیلی با لفظ شدید برش گفت هرگز چنین نتوانی. و دست انسان فلج شد یا فلج به فلج مبتلا شد و هرگز دیگه دست خود را بلند کردن نتوانست به طرف دهن خود. میبینید که خطایشان عمدی هست، روش پیامبر در مقابل اشتباهشان فرق میکنه. و خطای یک انسان نادان، یک انسان نادان میباشه، نمیفهمه، اشتباه میکنه، که اکثریت اوقات اشتباهات شاید از این آدرس باشه که ما در مقابل انسان‌های خط نادان گاه اوقات از خیلی حوصله کار بگیریم. یک روز یک عربی در مسجد داخل میشه، بعد از که نماز رو ادا میکنه، از نماز فارغ میشه، در بعد از نماز در صحن مسجد، یعنی در داخل مسجد یک جای پیشاب میکنه یا ادرار میکنه یا قضای حاجت میره. صحابه از هر طرف میدوند که یک نوع تنبیه بکنن. ره پیامبر میگه مهمه، بگذارنش کارش تمام شوه، بگذارنش که هم قضای حاجتش به پایان برسه. میبینه که برخورد پیامبر چه قسمه است و اصحابش چگونه هست. پیامبر به این صحابه هم درس میده، به او
کسی که اشتباه رو مرتکب میشه چون نادان بود نمیفهمید چون این برخورده داشت پیامبر. وقتی که از کارش تمام میشه پیامبر رو به خیلی آهستگی میگه بیجه و صحابه میگه بالای و ادرار و بولش یک کمی آب بیندازین، یک سطل آب بیندازین. او رو خیلی با آهستگی میگه که مسجد هست، جای نماز هست، این مردم نماز میخوانن، جای ادرار کردن نیست. بعد از که برخورد پیامبر رو میبینه و برخورد صحابه رو میبینه یک جمله خیلی زیبا میگه که در بعض روایت احادیث ذکر شده و در بعض روایت ذکر نشده که اللهم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. ای الله بالای ما و محمد رحم کو و بالای هیچ کس دیگه رحم نکو. میبینیم که میگه بالای صحابه رحم نکو، فقط بالای ما و محمد رحم کو، فقط با یک برخورد. گاهی اوقات امی تو میشه شما یک طفل را شاید در خانه طفل ها را دیده باشن وقتی در مقابل یک طفل کسی با یک طفل اخلاق میکنه با او خیلی دوست داشتنی می باشه، او رو خیلی دوست می داشته باشه، اما دیگه بد اخلاقی میکنه او رو دوست نمی داشته باشه. این خیلی فرق داره چون او طفل اخلاق و بد اخلاقی رو میفهمه خوب، اخلاقی رو بد اخلاقی رو خوب درک میکنه و بعضی خطاهای عبادی که در انسان ها وجود می داشته باشه در عبادت خود سست می باشن و یک کن می باشن یا تنبلی میکنن. مثلا یک شخصی نزد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله آمد گفت یا رسول الله ما یک ملا امام داریم در نماز صبح نماز رو خیلی طولانی میکنه و ما به خاطر طولانی شدن نماز ما دیگه نماز جماعت نمیرم. پیامبر میگه خیلی سخت خشمگین شد، حتی روی پیامبر رنگ پیامبر رنگ رخسار پیامبر تغییر کرد. اما ملا امام را خواست گفت آیا شما مردم را از دین متنفر میسازن؟ شما این مردم آیا ما به خاطر این فرستاده شدیم که ما سختگیر باشیم یا آسانگیر باشیم؟ و یک چیز را باید بفهمیم که در این جای قابل یادآوری است، قابل تذکر است. آسانگیری به این معنا نه که دیگه ما نمازها را به عجل عجله بخونیم که دین آسانگیری هست. بعض نمازها را ترک بکنیم که دین آسانگیری هست. خیلی احکام خدا را زیر پا بکنیم که آسانگیری هست. نه خیر. او عبادت شوه اما در جایی که ما در یک مسیر در جای قرار میگیریم که این مسیر مسیر سخت است و این مسیر مسیر آسان است، مسیر آسان شما در نظر بگیریم. میگه پیامبر در دو امر مخیر نمیشد، یعنی در دو امر قرار نمی گرفت مگر مسیر آسانش را انتخاب می کرد. همون مسیری که آسان می بود پیامبر انتخاب می کرد. پس گاهی اوقات که در عبادات کدام اشتباهی وجود می داشته باشه پیامبر، این روش پیامبر بود. حتی یک روزی پیامبر در یک مسجد داخل میشه که در مسجد نبوی داخل میشه که یک طنابی در یک ستون بسته هست، به اصطلاح یک رسمان بسته هست. از صحابه سوال میکنه که رسمان از چی هست؟ صحابه میگه از زینب هست. گاهی اوقات اینجا بر عبادت که میایه عبادت میکنه، عبادت در عبادت که خسته میشه خود را با رسمان با اتناب بسته میکنه تا خستگی بالایش نیاد و یا خواب بالایش غلبه نکنه و از عبادت نمانه. پیامبر گفت در حال نشاط عبادت بکنید، وقتی که سختی شد بالایتان، سخت شد، خسته شد، استراحت کنید، راحت بکنید خود را. سختی نیست که شما سخت بالای خود بگیرید. یعنی میبینیم که در عباداتون پیامبر یک نوع برخورد خاص خود را داشته که چه قسم یک کسی در عبادات اشتباه می داشته باشه روش پیامبر چه قسم بوده. بعضی خطاهای اخلاقی می باشه، یک کسی خطای اخلاقی داره روش و برخورد ما با اونا چه قسم باشه. حتی یک روز یک شخص نزد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میآید. شما دقیق متوجه باشین، با پیامبر میگه که ای پیامبر، در بین صحابه، صحابه نشستگی هستند، پیامبر نشستگی است، با پیامبر میگه ای پیامبر اجازه بده که من زنا کنم. حالا تو با خود فکر کن یک کسی بیه به تو یوتیوب بگه که اجازه بده که من به تو زنا بکنم، برخورد تو چه قسم خواهد بود؟ برخورد یک دعوتگر با او چه قسم خواهد بود؟ صحابه میخوان که یک کار بکنه، یک تنبیه بکنه که چی میگی تو؟ این زنا خو از جمله شرم آورترین گناه ها هست، چی میگی تو؟ پیامبر صحابه میگه آرام باشند. او شخص را در نزد خود میخواه، این حدیث را ابو امامه روایت کرده، او شخص را نزد خود میخواه، میگه ای برادر یا ای رفیق یا نامش را میگیره، میگه آیا میخواهی چنین کاری با مادر صورت بگیره؟ میگه جانم پدر و مادر فدایت باشه یا رسول الله، نه خیر. میگه آیا میخواهی با خواهرت چنین عمل صورت بگیره؟ میگه نه خیر. میگه میخواهی با عمهت چنین کار صورت بگیره؟ میگه نه خیر. میگه میخواهی با خالهت چنین کار صورت بگیره؟ میگه نه خیر. مگه میخواهی با دخترت چنین کار صورت بگیره؟ میگه نه خیر. میبینه روش برخورد پیامبر در مقابل اشتباهش، سرکوبش نمیکنه، لتکوبش نمیکنه، سرزنش نمیکنه، دشنامش نمیته که دشنام بته. پیامبر میگه وقتی که تو نمیخواهی که با یک فرد یا با یک به اصطلاح بازن چنین کارو صورت بگیره، با خواهرت نمیخوای، با دخترت نمیخوای، با خاله و عمهت نمیخوای، با مادرت نمیخوای، دیگه مردم هم مادر دارن، دیگه مردم هم خواهر دارن، دیگه مردم هم دختر و خاله و عمه دارن. میگه گپاره که از پیامبر شنید قبل از اینکه بلند شو پیامبر دست خود بالای سینه برادر و کسی که آمده و تو سوال کرده از پیامبر و چنین اجازه خواسته، دستش بالای سینه پیامبر دست خود را بالای سینه ایزو میگذاره، دعا میکنه که اللهم تعال ایرا حفاظت بکو،
ایر پاکی نصیب بگردان و به اصطلاح عورت از ایر حفاظت بکو. بعد از اون میگه ای انسان در تمام عمر خود به زنا نزدیک نشده. پس چیز رو باید ما متوجه باشیم در مقابل خطاهای اخلاقی انسان ها، یا خطایی که میان فرزندا و پدر و مادر، بین پدر و مادر و فرزندا صورت میگیره، خطاهایی که مانند بین شوهر و خانمشان صورت میگیره. ما باید در مورد خطاها برخورد داشته باشیم که باز بزرگتر از خطای و طرف مقابل نباشه. حتی نعمان بن بشیر میگه مگه روز پدرم مرا نزد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله آورد، گفت ما به فرزند خود یک تحفه دادم، یک نوع تحفه یا هدیه بود. پیامبر گفت به دیگه فرزندایتم دادی؟ گفت نه خیر، به دیگران ندادم. گفت پس بگی چرا که عدالت را در این فرزندایت رعایت بکن. همین قسم این خطاهایی که مردم مرتکب می شدن و پیامبر چه قسم در مقابلش برخورد داشت، ایره ما باید یاد بگیریم و باید بفهمیم. یعنی ما تمام خلاص گپای ما که امشب بیان کردم که گپای ما تمام شد، او ای هسته که اولا ما خود ما اشتباهات خود را تا حد توان اصلاح بکنیم. دوم مسئله وقتی که ما در مقابل اشتباهی قرار میگیریم، یک کس اشتباهی میکنه، برادر ما هست، رفیق ما هست، خواهر ما هست، دوست ما هست، کارمند ما هست، شاگرد ما هست، یا استاد ما هست، پدر ما هست، مادر ما هست، یا کدام کسی دعوتگر هست که مدعویش هست، هر کس رو وقتی که اشتباه میکنه یک دفعه دقیق واکنش، زود واکنش نشون نتیم در مقابلش، زود عجله نکنیم، جستجو بکنیم که اشتباهش از چی خاطر بود، چرا کرد، به چی خاطر کرد، تمام جوانبش مد نظر بگیریم، بعد از یک اقدام بکنیم. نشود که گاه اوقات اشتباه ما باعث نفرت یک انسان از دین و از قرآن و از اسلام شود. یعنی گاه اوقات میبینیم که در مساجد چه حالتی هست، برای یک انسان زنگ میه، این زنگ یک اشتباه شده، از یک انسان اشتباه صورت گرفت، از هر طرف والش صدا میشه، حتی بعضی کسا داشتن میده که آدم هستی فلان هستی، نه خیر، چون برخورد پیامبر، امت پیامبر، پیامبر نداشته، امتشون نباید داشته باشه. سخنای ما تمام شد. اگر حق گفته باشم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، اگر ناحق گفته باشم سهم شیطان بوده. ویدیوهایی که گاه اوقات ما بیان میکنیم برای شما با دوستایتان شریک بسازین، حتی از طریق صفحات خود میتونین، همیشه در امر خیر شریک باشین. ما که ویدیوها را به شما میرسانیم، مسئولیت ما و شما همی است که ما هم به دوستای خود را برسانیم، به رفقای خود برسانیم. اگر کدام اشتباهی در جریان درس صورت گرفته باشه، اشتباهی لفظی، خطای گفتاری یا علمی، ما را به بزرگواریتان عفو بکنیم. قراری بود که درس ما به ساعت 8 بجا شروع شود، ولی ما در جای زندگی میکنیم، گاهی اوقات اینترنت هم با ما یاری نمیکنه و برق هم با ما یاری نمیکنه. این برق که فعلا وجود داره، این برق، برق اصلی نیست، فقط به خاطر احتیاط ایره استفاده کردیم. دیگه کوتاهی های ما را ببخشین، این هم یک اشتباه است. مقابل اشتباه ما دیگه برخورد شما چه قسم خواهد بود خودتان میفهمین. الله متعالی شما راضی باشه. کسایی که در داخل و خارج کشور برنامه ها را تعقیب میکنن، بعضی کسا خیلی خرسند هستن برنامه ها، ما هم از شما خرسند هستیم. الله متعالی شما راضی باشه. هر کدام ما مسئولیت داریم که در قبال دین خود، در قبال مردم خود، به اندازه توان خود احساس مسئولیت بکنیم. باز هم سلام به همه تون تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.